یک گزارش تازه ملل متحد نشان می دهد که وضعیت زنان افغانستان در بخش های مختلف اجتماعی و اقتصادی نسبت به یک سال قبل ناامید کننده تر شده است. این گزارش به صورت مشترک توسط دفتر هیئت معاونت ملل متحد یوناما، اداره زنان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت از طریق گفتگو و مشورت حضوری و غیر حضوری با 888 زن و شمار اندکی از مردان در 33 استان افغانستان تهیه شده است. این گزارش گفته است که 80% زنان در مورد موضوعات مهم هیچ تعامل و ارتباطی با مقامات محلی طالبان ندارند و برای دادخواهی مجبورند که به مردان و جامعه اتکا کنند. بر اساس این گزارش 64% زنان پاسخ دهنده در این گزارش گفتند که هنگام بیرون آمدن از منزل به تنهایی اصلاً احساس مسئولیت نمی کنند و توسط مقامات اداری حاکم و اعضای جامعه به دلیل حضور در انظار عمومی هدف قرار می گیرند. بر اساس این گزارش، ممنوعیت‌های آموزشی و تحصیلی و محدودیت‌های نسبت به آزادی تردد احتمال دارد که دسترسی زنان و دختران را به خدمات بهداشتی بیشتر کاهش دهد. یافته‌های ملل متحد نشان می‌دهد که وضعیت مالی و درآمد 70% زنان در 3 ماهه پایانی سال 2024 نسبت به 3 ماهه نخست بدتر شده است. در این گزارش آمده است که 59% زنان و 36% مردان گفتند که برای زنان در هر گونه نشست و بحث در مورد آینده افغانستان 50% سهمیه باید در نظر گرفته شود. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای مرتضی مطهری کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای مطهری، در رابطه با نگرانی سازمان‌های بین‌المللی از وخامت اوضاع زنان تحت سلطه طالبان در افغانستان، لطفاً دیدگاه خودتون را بیان بفرمایید. سلام و درود خدمت شما و سلام و درود خدمت کسایی که ما شما را می‌بینه. نگرانی زنان داخل افغانستان از سه گزینه است که من سه گزینه را مثال کوتاه خدمت شما عرض می‌کنم. موضوع اول در ارتباط پیوند به زنان و دختران در افغانستان بحث اقتصاد است که متاسفانه با آمدن دوباره حکومت طالبان به افغانستان زمینه کار، زمینه تجارت از زنان گرفته شده. در حکومت‌های قبلی افغانستان 30% از زنان خرج و مخارج خانه را تأمین می‌کرد که امروز متاسفانه با آمدن طالبان این زمینه از بین رفته و زنان نمی‌تونه 30% از خرج و مخارج خانه را تأمین بکنه. و موضوع بعدی موضوع علمی است که متاسفانه زنان 3 سال است و دختران 3 سال است که از رفتن به دانشگاه و به مکتب محروم است که بسیار یک موضوع بزرگ داخل افغانستان است. و موضوع بعدی موضوع اجتماعی است. متاسفانه زنان و دختران از وضعیت اجتماعی خوب در داخل افغانستان برخوردار نیست. در حکومت قبلی افغانستان زنان و دختران میتونست که بدون مرد از این ولایت به ولایت دیگه سفر بکنه، از این ولسوالی به ولسوالی دیگه سفر بکنه، در داخل شهر میتونست که به تنهایی خودشان گشت و گذار بکنه. اما با آمدن طالبان متاسفانه این زمینه مسافرت و گشت و گذار از زنان گرفته شده و زنان نمیتونه که به تنهایی به ولایت ها و یا به ولسوالی ها و داخل شهر گشت و گذار بکنه. گشت و گذار هم بکنه مورد بازرسی حکومت امروز افغانستان قرار میگیره. در کل زنان با 3 موضوع در داخل افغانستان گرفتار است که یکش بحث اقتصاد است. در دوران حکومت قبلی زنان میتونست که خرج مخارج خانه را تامین بکنه، آنان یک سرپرست نداشت و آنان یک نانآور خانه بود. و موضوع بعدی موضوع علمی است که متاسفانه زنان و دختران امروز از علم و دانش محروم است که باید به این موضوع سازمان ملل و حکومت امروز افغانستان توجه بکنه. موضوع بعدی موضوع اجتماعی است. این 3 تا عامل مشکل اصلی امروز زنان و دختران در افغانستان است. بله. و خواست ما هم از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و همچنین از حکومت امروز افغانستان این است که به این خواستای زنان و دختران توجه بکنه.
اگر زنان نتونه کار بکنه، زنان نتونه که اقتصاد انجام بده، زنان نتونه تجارت بکنه، خروز بروز وضعیت در افغانستان بدتر میشه، فقر گسترش پیدا میکنه. اگر زنان نتونه که در دانشگاه و مکتب روی بیاره، خب از این طرف ما کمبود معلم پیدا میکنیم، کمبود دکتر پیدا میکنیم، کمبود دیگر موضوعات در داخل افغانستان نیاز است. بله. و همچنان سازمان ملل متحد باید به وضعیت زنان توجه داشته باشه. زنایی که امروز در فقر و بیکاری سر میبره و اونا باید همکاری داشته باشه. و همچنان زنایی که امروز اقتصاد کوچک و آنلاین در افغانستان را اندازی کرده با اونا همکاری بکنه. اگر سازمان ملل متحد به وضعیت زنان رسیدگی نکنه، حکومت امروز هم طبق همین منوال حکومتشان ادامه بدهد، روز بروز و وضعیت زندگی بر زنان و دختران در افغانستان بدتر و سخت‌تر میشه. بله، سپاس از شما مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد.